با سلام و درود احترام خدمت دوستان و عزیزان و هموطنانم. خدمت شما هستم که راجع 28 مرداد و کودتای 28 مرداد خیلی مطلب نوشتم. من کار بی حرفا ندارم. اصلا کار بی حرفا ندارم. نتیجه کار مهمه. این دار دست آقای مصدق، دار دست آقای مهدی بازرگان، دار دست قاجار، این همه چریدن کو دنبشون. بچه هم کویته 28 مرداد هر چی بود نجاشی بود که ایران از فرش به عرش سوند. اون کش میبینیم چیزی که چشای ما میبینه با تمام وجود حس میکنیم، میگه شنیدن کی باید آنها دیدن. هم رضا شاه و هم محمد رضا شاه آریامهر یک کشور سوخته رو تحویل گرفتند، یه بهش تحویل دادند. حالا کودتا بود هر چی بود ما اصلا کار به حرفا نداریم. ما مردی هستیم، آدمی هستیم که عمل کرد رو میبینیم. 200 هزار گفتار چون نیم کردار نیست، کردارشون دیدیم. 3-4 دوره هم حکومت دست این آقایون داردسته بازرگان و قجر افتاد. چی کار کردن؟ اول انقلاب چی کار کردن؟ مگه دولت دست اینا نبود؟ مگه اینا آخونده تو مملکت نیاوردن؟ مگه قشر روشنفکر رو گول نزدن؟ مگه دانشگاهی رو گول نزدن اینا؟ مگه مهدی بازرگان نرفت شرکت نفته به اعتصاب واداش مملکت فلج کرد، الان مملکت خاکستر شده دیگه؟ لطفا این همه حاشیه نرید، جمع کنید کاسه کوزتون رو، بید با واقعیت طرف بشید. تا با واقعیت طرف نشید هیچ جا نمیرسید. مرد عمل باشید. حرف مفت زیاده. ال کردم بل که به شما چه برد؟ انگلیس هر غلطی کرد، خود انگلیس کجاست؟ خود انگلیس کجاست؟ در چه موقعیتیه؟ اقتصادی اجتماعی سیاسی در چه موقعیتیه؟ فرانسه کجاست؟ اروپا کجاست؟ همشون به خاک ذلت نشستن. دوستان خبر ندارید شما، یا چشاتون میبندید ولی واقعیت رو میدونید چی مدارم اسکان چی عرض میکنم. همه در به در شدن، همه گور به گور شدن، حق شدم هست. چاکن ته چاست. کشور ما داشت رشد میکرد، کشور ما داشت برای دنیا ارگو میشد، کشور ما داشت برای دنیا ختمش تقیی میکرد. ختمش درست، عقل با عقل، با اقتصاد درست. همشون دست دست همدیگه دادن که بکشن پایین، خودشو نکشیدن بالا. خب کجا الان؟ اونا کجا هستن الان؟ کارترها کجا هستن؟ ولی ملت ما چون ریشه داره، ریشه داره، اگه شاخه برکشه بزنن ریشهش نمیتونه پایش بکنن، نمیتونه. تاش کردی؟ من این زمان امارات بودم، امریکا حمله کرد به کویت و بعد حمله کرد به عراق. امارات متحده عربی ظرف 48 ساعت شد قبرستان، همه رفتن. بعد اون شیخ گفت چرا؟ گفتم ریشه ندارید شما، شما همه چی سطحیه، همه چون سطحیه، همه چون رو بناست. هیچ زیر بنای شما ندارید، زیر ساخت ندارید. الانش هم همینه. من بارها گفتم اگر امارات 10 روز تا 15 روز آب و برق قطع بشه کشور نابود شده است، چون هیچی نداره. قطر هم همینجوره، بحرین هم همینطوره، خود عربستان هم نیست بیشترش همینطور است. زیر بنا نداره، زیر ساخت نداره اینها. شما برگرده به تاریخ 40 50 سال قبل ببینید عربستان چی بوده، امارات و کشور منطقه چی بودن. حالا با تبلیغ و پروپاگاند میخوام بحث کنم، به اینجا نمیرسم. بگذاریم. پس 28 مرداد هر چی بود، شاه هر کاری کرد به نفع ملت و کشور تموم شد. بعد همونا برای به قدرت رسیدن، برای انتقام گرفتن، همه دست بس همگر با دروغ، با پروپاگاند، با پدرسوخته بازی نتیجه میبینیم. آخونده رو بردن سر کار، آخونده سر اونا رو کلا گذاشتن. خب من صحبتم بیشتر این نیست دوستان، بحثم چیز دیگه است. اونم این است که 38 39 ساله یک جمله همه ملت ایران رنج میده، چه حکومتی چه غیر حکومتی، چه سپاهی چه اطلاعاتی، چه ضد انقلاب چه انقلابی، فرق نمیکنه. اینی که میگم به جدی بهتون میگم، جدی بهتون میگم، همه مردم از این جمله رنج میبرن، همه بدون استثنا. با هر کسی نشستم تو ایران بودم، خب دیگه خندهشو میگرفت، منظورش کیه؟ وزیر کشاورزی، چرا وضع کشاورزی اینجوریه؟ وزیر مسکن، آقا چرا وضع مسکن اینجوریه؟ خب آدم با شرف، آدم بی ارزه، آدم بی لیاقت، تو مسئولشی. در ژاپن اگر یک مدیری، یک وزیری، یک وکیلی کارت رو انجام بده 24 ساعت تقریبا خودشو میکشه. بی غیرت ها، بی شرف ها، بی مسئولیت ها، بی لیاقت ها. چون لیاقت نمیدین چی؟
توی آلمان یه پروژه راهن از بین برلین تا هامبورگ اجرا کردن، به خاطر بارندگی شدید یک هفته آخر 12 ساعت دیر شد، تاخیر افتاد، وزیر و وکیل همه استعفا کردن. توی مملکت همه میگن چی؟ آقای سلیمانی، کسی که خلاصه با ما این کار نکرد کلاغ آقای سلیمانی بود. آخه مرتی که قرم دنگ، آدم بی سواد، آدم بی کلاس، آدم بی شرف، آدم وطن فروش، مزدور عراق. تو چه بی کلاسا تیم بهت گفتن فلان سردار تو فی پخ عموش داده شد، هیچ پخی نیستی. حالا تو آمدی بعد 38-9 سال داری ور میزنی که چرا مملکت نماز خون کم شد. خب مرتی که دست شما بوده مملکت، دست من که نبوده. قرآن ساخت بی شرف بی ناموس بی مسئول. دست شما بود، دست من بوده، دست کی بوده؟ دست شما جاکشا بوده، دست اون رهبر خمینی دجال پدرسوخته، دو اند پدرسوخته بازی دنیا خر دجال تا خامنه ای بود، دست کی بوده؟ دست ما بوده. حالا از ما طلب کاری؟ تو هم میگی که تقصیر کیه؟ خامنه ای هم که امروز دیگه اون خلاصا آخرین تیس رو زد که آره حسین حجاجی مگر اون اینترنت نداره شکراش شهید حجاجی از بدبختی رفته اون طرف سوریه، نه به خاطر دل خوش. اون محمد حسین رستمی که رفت سوریه کرایه خونه 3 ماه عقب افتاده بود، حالا اونا جاسوس بهش میزنید؟ از فقر بدبختی رفت واسه من زنگ زد تعریف میکرد. اما اینا رو گفتید که شهید نحوی پور ببوشونیدش. اون رفت توی مزدوری برای سعد، برای کی؟ برای آقای بشار اسد. اگه بحث حجابه که زن بشار اسد میبینید، بچه هاش هم که میبینید کجا هستن، بچه ما کجا هستن؟ کلیه میفروشند، بعد تن فروشی میکنند. و آقای خامنه‌ای اون رفته واسه یک کشور خارجی مزدوری کرد و حقوق گرفته. وقت تو میگه اینه باشه نگوری که میکنی کور خوندید نحوی پور شهیده توی وطن خودش واسه ملت خودش، نه واسه یک سری عرب بیشتر از اینکه اونجا هستن. عربی که دوست داری بهتون بگم، شما برید تاریخ فلسطین نگاه کنید، از زمانی که فلسطین کشورش فروخت به اسرائیل و در به در شد، هر کشوری اینا رو راه دادن به 6 ماه رئیس علو کشور کودتا کردند. برید نگاه کنید، بخونید، اردن رو ببینید، همه رو ببینید، هر کشوری پا گذاشت همینطور شد. من رفتم سوریه، بعد رفتم بیروت، رفتم لبنان، سال مال 20 سال پیشه. اون موقع هنوز اسرائیل توی خاک لبنان پایگاه داشت. گفتم اینو چیکار میکنن؟ گفت اینا مشکل نداریم، مشکل ها فلسطینی هستن، خدا کنه فلسطینی در بیاد بورش خوب از کشور بمونه. گفت ما رو به خاک سیاه نشوندن، از اینا بی صفت تر در دنیا خودشونن. من میدونم، من میشناسم این قوما رو. من چرا به خاله مرکل بود و سر گفتم، گفتم این پرنده سوری رو میدی کشور به خاک خون میکشن، خودشون طلبکار میدونن. البته هرچند آلمان هم مقصر، هر مسئولی که من که سر کار، هر مسئولی اومد سر کار، چرا این کار من اینجوریه، چرا اینجوریه؟ بابا تو مسئول بازرگانی هستی، تو مسئول مسکن مردم هستی، چرا واسه مسکن اینطوریه؟ حالا آقای خامنه‌ای هم اینجوری، آقای سلیمانی هم که آخر کاری دیگه آمد و تر زده همه کارا. نه حالا یه مثال میزنم دوستان، منو به بزرگواری خودتون ببخشید، هم صدام رفت بالا، بالا هم حالم خوب نیست، همین که میخوام یک مثال بی تربیتی بزنم. ما نویسنده داشتیم 700 سال پیش، اونم عبید زاکانی. جالب، من هر جای دنیا که رفتم 80-90% بیس تمام طنزهای دنیا مال بزاکانیه، بیسش مال اونه. حالا روش شاخ و بار دارم پرواز، ولی مال اوبزاکانی، خیلی عجیبه این طنز هم که میخوام بگم مال اوبزاکانیه، یه خود تعدیلش میکنم، این ورورش میکنم، اما ناچارم بگم چون 38-9 سال همه مردم ایران رو با این جمله بدهکارشون کردن. بابا مجلس رای داده، اون رای داده، فلان که رای کردی، هر غلطی کردی، وقت مردم مقصرن. چرا دانشگاه آزاد اینجوریه؟ کی میگه بس دانشگاه آزاد میگه؟ همه ردا همینطور هستن. چرا؟ چون برای اون پست ساخته نشده، اون پست رو بهش دادند، گفتم رو سر این کار بشین. آقای قفوری فردی بود، مشهد استاندار بود، اومد تهران این کار انجام بده، گذاشتن وزیر نیرو، گذاشتن که هر کاری خواستن باشون بکنند. اینی وزیر نفیری زنگینه بی عرضه بی لیاقت، برند آقای روحانی. بله آقای روحانی، او ریشه زیرش رو میدین انگلند، ما میدونیم باید برند تو باشه. حالا که میدونی 16 رضا پهلوی داره میاد کارا داره میشه تون باید نوکریت ثابت کنی، موضوع ثابت رو کنی.
توف تو شرف نداشتند همه تو. حالا تونتون قردار میرسید که آچمز که شازختی میاد باشه اشکال نداره، ما ملت ایران نمردیم، ما هم فکر داریم، هم ابتکار، هم خلاقیت، هم اینقدر معادن و اینقدر امکانات داریم، اینقدر توان داریم که اصلا در قبالش هیچه. ملت ایران میدونه رو چی گنج های نشسته، گنج هایی که اگر شب و روز با دلار آمریکایی تورت هم برند تم هزار سال دیگه هم تموم نمیشه. فقط شما لیاقت نداشتی، شما خرابش کردید، شما این گاو افتادی توی یونجزار، هم یونجه ها رو خوردی هم زیر پاتون خراب کردی. ولی ما ملت ایران بلدن چه کار کنن. ملت ایران امتحانی بود رو روحانیت، رو اسلام، روی آخوند جماعت گول خورد، ولی الان هوشیار شده، آگاه شده، به معنای واقعی کلمه آگاه شده و خوب حس کرده شما رفتنی هستید، خوب حس میکنه، هر روز میبینن. مخصوص ذلت خامنه ای روز دیدیم که شهید حجاجی رو که رفته توی کشور غریبه جنگیده، اونجا نجنگیده، قایم شده بوده، اینا 40 نفر بوده کشتن، یکی قایم شده بوده، آمدن سر بریدن. حالا تو میای اینا به رخ جوانی ایران میکشی؟ توف تو شرف نداشت خامنه ای، هیچی نداری، هیچی. مرزه تو اونجاست، ایران نبود، شماها نبود، ایران سر جاش بوده، هست، خواهد بود. ایران اینقدر بهش حمله شده، اینقدر کارش سر جاش بوده و هست، خواهد بود. شما بی‌شرفا را ریشتون میزنند، شما را ریشتون میزنند. او به اضافه تعریف میکنه توی کسی که داستانش بازم عذر میخوام دوستان، من میگم البته مؤدبانش میکنم، میگم میگه یک خانومی از یه روستایی داشت میرفت شهر، یه نوجوانی هم همسفرش رو با هم صحبت میکنن میرفتن، یه خودی از روستا دور شدن، دوتا راهزن بیرون حمله کردن و پسره رو دست باشه بستن، چشم بستن، بعد بردن خلاصه زنه رو خدمت رسیدند. اینا تا شهر که رفتن رسیدن 6-7 بار دیگه اتفاق افتاد. او دم آخر که نزدیک شهر بودن ضرور کرد به پسره، گفت یادت باشه قیافه اینا، یادت نگه دار، رسیدیم شب بریم اینا رو پیداشون کنیم، به حاکم لوشون بدیم. پسره گفت خانم عزیز، اگر به قیافه باشه که من پشتم بونه و چشام بسته بود، قیافه شما رو تو به طرف اونها بود، تو اونها رو بشناسی. 38-9 ساله همین کار رو به ملت میکنید، هر جا رفتید خودتون رو باد دادید، مملکت به باد دادید، سرمه من دنیا رو کشور به باد دادید، وقت به ایران به مردم میگید که کی این کار کرد؟ شماها رو به طرف شماها بوده، شماها خوابیدید زیرشون، شماها باج دادید، آقای زنگن شماها باج دادید، بی شرفا شماها باج دادید، بی ناموسا شماها باج دادید، بی وطنا شماها باج دادید، اجنبیا شماها باج دادید. خمینی دجال باج داد از همون سال 42 با دنیا ارتباط برقرار کرد که به حکومت برسه، رسیدی چه غلطی کردی؟ آقای بازرگان شماها باج دادید، قطبی ها، قطبزاده ها، همه تو شماها باج دادید، جبهه ملی ها، مجاهدین خلق خائن به فطره، شما رفتی با همه خوابیدید. وقت به ملت میگید، ملت که پشتش بی تشکیلات بوده، چشاش هم باسته بود، دستش هم بسته بود، چه دخالت داشته؟ آقای سلیمانی شما باج دادید، شما شب تا صبح میرید پیش پوتین و این ور اون ور، کسی هم با خودت نمیبره، سیکرت میری سیکرت میای، اون هم دندون شما رو شمردن، فهمیدن یکی از بی ارزده آدم کره زمین تو هستی، اما ازت تعریف کنم عبد مشتبه شده، هیچ پخی نیستی، هیچی، من میدونم تو نیستی، هیچی نیستی. با پول ملت ایران، با تاج ایران پادشاهی کردن شاهکار نیست. ولی خوشبختان آخر خط تو شده، خوب ترسیدید، خوب لرزیدید، حقتونم هست، حقتونه. و جالب اینجاست که هیچ جا هم جایگاه پایگاه ندارید، همه جا آچمز شدید، حساب بانکتون آچمز شد، همه جا. روسیه هم که توفتون میکنه، روسیه به کی رحم کرده به شما بخواد بکنه؟ روسیه به زیر مجموعه خودش رحم نکرد، شما که جای خود دارید. دوستان منو ببخشید صدا مردم بالا، اما نمیشه، نمیشه، چون اینقدر اینا پرو بیشرفته با اینجوری برخورد کرد باشون، غیر از این دیگه نداره. خب که به مقدار طولانی شد، بزرگ خودت منو ببخشید، خبر خوب خیلی تو راست، اتفاقات خوب داره میفته، اما اون وری ها میدونن، شاهزاده هم میدونه، خیلی ها میدونن که اینها تون تون اروپایی دارن بانه قرارداد میدن به نجات خودشون، برای شاید 4 سباب بیشتر زندگی بکنن، عمر بکنن، بتا خودش حفظ بکنن. حالا اروپا میبینید در روز یه هفته گذشته 4-5 روز چیکار کردن؟
ده 15 نفر به خاک سیاه نشوندنشون با ماشین نه با اسلحه و با چیزی. هنوز کجاش دیدن؟ هنوز مردم آمریکا کجاش دیدن؟ هنوز کجاش دیدید؟ این تازه اولشه. باز هم بیایید دست به دامن ملت ایران بشید که این کاری کردید. چرا ملت ایران فرش قرمز فهم کنید؟ باز مگه شاهزاده پهلوی بیاد بشینین هم فکری کنید؟ چون شما فکر ندارید. شما غیرت تخریب کاری بلد نیستید. کجای دنیا رو آباد کردید به من بگید؟ یک جاشون بدید. هر جا رفتید جنگ فلاکت بدبختی از الجزایر مراکش بگید تا ویتنام و اینور کجا رو شما آباد کردید؟ ژاپن کجا رو آباد کردید؟ خودشون کردند و ملتمون داره خودش پیدا میکنه، خیلی خوب پیدا میکنه. سوم شهریورم که مردم جمع شن، هر چقدر هم جمع شن، 100 نفرم جمع شن، بس مایده بیشتر یک بار جمع شن و این خال تو چشم شماست. آمده حجاجی رو علمش کردی، حجاجی عکس دیدی که خب خودش باخته بود، رفت خود سر هفت سوراخ قایم کرده بود، کشتنش، سرش بریدن. تو کجا؟ تو ایران؟ تو ایران؟ رفته موزوری خارجی که تو ایران؟ آقای خامنه ای تافت تو شرفت، تافت تو رود، هفت پشت تو به خاک سیاه نشوندی. پسره به پدره، پدره پسره گفت پسر کارا نکن عقد میکنم. پسره گفت عقد میکنم. گفت عقد دیگه چیه؟ گفت برم مردم آزاری میگم برای پدرت لعنت خامنه ای، تمام حکومتی ها عق شدید تو ملت ایران. این وزیربازی و این کار روحانی هم همه شویه. مگه ما نمیدونیم تمام تصمیمات توی دفتر خامنه گرفته میشه؟ این وزیر ارتباطات این فرد همش شو هست، اینا همش سرگرم کردنه، بازیه، وگرنه همش در یک کرواسن. و ملت خوب اینو فهمید دیگه، دیدن که اصلاح طلب اصلاح این خیلی خوبه، این شوهر بره خب برای چیز اجرا کردن، برای کرو اجرا کردن دیگه، نه دیگه مردم دیگه بازی ها رو نمیخورن. یه زمان جو بود ولی الان دیگه نیست، خوب دست رو شده. حالا بعد میگین اینجوری میگن که حالا هست ما همش بازیه، میگه ملت نمیدونه، مردم به اصل آگاهترن. نبینید میگن کلاغه به بچه‌اش گفت بچه جان اگر یک آدمی دی خم شد بدون ها سنگ ورده تو رو بزنه. بچه گفتش که شاید سنگ دستش باشه. ملت رو اینجوری هوشیارن الان دیگه، همه شما رنگی نداره. آخر خطی اصلاح طلبم هر کاری میخوام بکنه بکنه، تو الان 400 500 هزار پس اونم عوامل خودش و امید حکومت دارن، اما این آرزو رو به گور میبرن. شرط دیگه نیست. ایام میکنم روزگارتون خوش.